سلام به همه شما دوستان و همراهان عزیز، وقتتون بخیر. امیدوارم که تا اینجای روز اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و لحظات بهتری هم پیش روتون باشه. امیدوارم امروز هم ما رو تا پایان برنامه همراهی کنید. هر چقدر از فاجعه زلزله در کرمانشاه میگذره، ابعاد جدیدی از وقاحت و بی‌شرمی آخوندها روشن میشه. در جایی که مردم نیازمند کوچکترین کمک ها هستن و در سرمای زیر صفر درجه از اولیه ترین امکانات محرومن، کارگزاران حکومتی به فکر سود و سرمایه خودشونن. محمد باقر نووقت سخنگوی دولت گفت کمک بلاعوض دولت در صورتی پرداخت خواهد شد که زلزله زده ها کانکس نگیرن، چون کمک بلاعوض برای اسکان موقت است. بله، مردم با کمک 3 میلیون تومانی ادعای رژیم چه کار میتونن بکنن؟ یا با کانکس های 2 در 2 متر که حتی گنجایش یک خانواده رو هم نداره. تازه این همه تبلیغات و بروبیا برای چیزی که طبق اعلام خودشون 200 کانکس بوده. آمار خونه های تخریب شده هم طبق آمار حکومتی 31,000 خونه هست. بله، اگر این کمک های ادعای رژیم واقعیت داشته باشه و محقق بشه، تازه فقط 1% از نیازها رو هم نمیتونه پاسخ بده. کدوم محله است؟ محله فولادی. محله فولادی شهرستان سر فرزا. حالا مشکل شما چیه؟ مشکل من ماشین زیر آوار بوده. بعد این ماشینت الان؟ این ماشین من. بعد خونه کجاست؟ این او خونه من. اینم خونه تو که خراب شده. دیروز بعضی آوار برداری کردم که مسایلم ازش در آوردن به کش مونده، او خونه به کش مونده. بعد ماشین من بیمه حوادث کردم. ماشینت هم بیمه بوده. الان بیمه چی میگه؟ بیمه میگه این بیمه زلزله طبیعی نداره، به ما ربطی نداره. منم 8 سال بیمهش میکنم. 8 سال ماشین بیمه بدنه بوده؟ بله، بیمه بدنه است. خب بعد الان میبرم میگه نیست، دو روزم دنبال جرسخی میگردم نیست، ببرم بذارم پارکینگ، همه تو اینجا مانده دستی چرخش در آوردن بردم وسایل من کردم. شما همسایه میگفتن دخترت هم فوت کرده؟ بله، دخترم با خدا ورزشکارم بود، جاسه شناگرم بود، هم تو کواندوم شناگرم زیر آوار مونده. آه، زیر آوار اونجا خودم درش آوردم، هیچ کسی هم بدادم نرم، خودم هم زن و بچم. الان مشکل دیگه ندارید؟ چرا مشکل نه، چادر دارم. چادر نگرفتی هنوز؟ هیچی، زنم تهران، هنوز نرسته. یک پرسیم تهران بیمارستانه؟ بیمارستان رو میلاده. بعد خودت چادر نگرفت، بعد کجا میخوای شبا؟ خودم دنبال زنم رو دیروز آمدم. مدتی هست که اعتراضات غارت شده های مؤسسات اعتباری به طور مستمر در جریانه و همین موضوع حکومت را سخت به وحشت انداخته، طوری که یکی از موضوعات اصلی که توی مجلس در رابطه با اون صحبت میشه همین موضوع هست و لاریجانی هم ادعا کرده که تلاش میکنه این موضوع رو با بانک مرکزی حل و فصل کنه تا بتونه رضایت مردم رو جلب کنه. البته حکومت از این وعده ها زیاد داده، مثل برگردوندن پول سپرده گذاران کاسپیان که تقریباً 1 ماه پیش داد ولی در عمل هیچ کاری انجام نداد. همینطور جدیداً هم دوباره به سپرده گذاران مؤسسات آرمان در اهواز همین وعده داده شد. البته همین وعده هم کلی تفسیر داره. مثلا درصد سود پایین کشیده شده و به 8% رسیده و اینکه سر ماه هم سودی به سپرده گذاران تعلق نمیگیره. این وعده ها باعث نارضایتی هموطنانمون شده و باعث شده که اعتراضاتشون همچنان ادامه داشته باشه. مثلا تجمعی که در اهواز جلوی خونه امام جمعه برگزار کردن. آسیب‌های اجتماعی در نسل جوان، دانش آموزها و دانشجویان در ایران آخوندزده بیشتر و بیشتر میشه. چیزی که به اعتراف خبرگزاری حکومتی مهر تا به حال سعی میشده که مخفی نگه داشته بشه و یا کمرنگ میکنن. اما ابعاد فاجعه به قدری زیاد هست که دیگه مخفی کردن اون هم فایده‌ای نداره و فقط وضعیت رو بدتر میکنه. این روزها خودکشی، خودزنی، افسردگی، ناامیدی و اعتیاد به شدت در سنین پایین رواج پیدا کرده. مدیر کل آموزش و پرورش تهران گفت رفتار پرخطر در میان پسران مقطع متوسطه اول 19.7% و خشم بالا در میان دختران
19.6% است، یعنی حدود 40% از دانش آموزان. اما علت چیه؟ فرجی، کارشناس مشاوره در آموزش و پرورش رژیم، گفت در حال حاضر ما دانش آموزانی داریم که هیچ انگیزه تحصیلی ندارند، چون افق روشنی در پیش رو نمی‌بینند. بعد هم در ادامه در رابطه با وضعیت آموزش و پرورش گفته اگر کمک‌های مردمی نباشد، آب و برق مدرسه هم قطع خواهد شد. در این وانفسایی که در آموزش و پرورش وجود دارد، هیچ اتاق امنی برای دانش آموز نیست که با یک نفر بنشیند و صحبت کند. یعنی دانش آموزها با مدارسی روبرو هستند که از نظر امکانات محرومه و اونها از نظر تحصیلی، آموزشی و مسیر زندگی آینده روشنی رو پیش روی خودشون متصور نمیدونن. در حکومت آخوندها که بسیاری از استعدادهای ایران رو پرپر کرده، خیلی واضح هست که اولویت اختصاص بودجه براش سپاه پاسداران و کلیه دستگاه‌ها و امکانات و سرکوب و صدور تروریسم و جنگ افروزی در سوریه و لبنان و کل منطقه است. طبیعیه که آموزش و پرورش در اولویت آخره.